ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام تقدیم به تمام دکتر صاحبایی که ویدیو را می بینن. آرزو دارم هر جایی که باشین سر حال جور و صحتمند باشین. به تعقیب درس های قبلی هماتولوژی، درس دوم هماتولوژی ما و شما درباره سلسله RBC یا Red Blood Cell که امروز میخواییم درباره RBC یا سلسله Red Blood Cell صحبت بکنم، یا سلسله Red Blood Cells به نام سلسله اریتروسایت ها هم میگی. بحث امروز ما و شما در آغاز درباره وظیفه رد بلد سلز. وقتی شما درباره وظیفه رد بلد سلز صحبت بکنین، میگه رد بلد سلز دو وظیفه یا دو فانکشن بسیار مهم داره. فانکشن اولش متوجه باشین در انتقال دادن گازات نقش داره. اکثر دوستا وقتی که شما کتاب میخوانین میگن رد بلد سلز در انتقال دادن اکسیژن نقش داره. نه دوستا، تنها در انتقال دادن اکسیژن نقش نداره، برای انتقال دادن اکسیژن در انتقال دادن کربن دی اکساید هم نقش داره. از او خاطر اولین وظیفه رد بلد سلز در انتقال دادن یا ترانسپورتیشن دو تا گاز، چی؟ یکی گاز اکسیژن و دیگه گاز کربن دی اکساید نقش داره. اینمی رد بلد سلز است که در ترکیب خود هیموگلوبین داره، HB یا هموگلوبین داره، و اینمی هموگلوبین است که در انتقال دادن اکسیژن و کربن دی اکساید نقش داره. هموگلوبین است که اکسیژن را از لنگز، از ششها میبره به تیشو، و بعد کربن دی اکسایدی که در تیشو ها تولید شده اونمو کربن دی اکساید از تیشو، از انساج دوباره به لنگز میاره. وظیفه انزیمی دوکار مربوط به هیموگلوبین هست، اما هیموگلوبین چرا در داخل RBC قرار گرفتن؟ اگر شما RBC رو ببینید، RBC فقط در داخلش هیموگلوبین است که در انتقال هیموگلوبین نقش داره. پس سوال مطرحه، چرا هیموگلوبین آزاد در داخل دوران نیست که در داخل چی ماندن؟ در داخل RBC مانده. دوستا، جسامت هیموگلوبین کوچکه. اگر هیموگلوبین در داخل RBC نباشد، اینا از چیه؟ از منافذ کپلری ها به مسافه بین النسجی انتقال پیدا میکنه. برای ازو در گلومرول های کلیه اینا فیلترشن میشه و ما به کمبود هیموگلوبین مواجه میشیم. برای ازی که اینمی کار صورت نگره، خداوند هیموگلوبین در داخل چی؟ در داخل RBC ها قرار داده، تا اینا از طریق نظمو سوراخ‌هایی که در شریه ها وجود داره به مسافه بین حجروی لیکاژ یا اینا نفوذ نکنن و مقصیم در گلومرول های کلیه اینا فیلترشن نشه. وظیفه دیگه ای که بسیار مهمه، برلایزی که در انتقال اکسیژن و کربن دی اکساید نقش داره، اینمی RBC ها رول مهم را یا یک چه اینا یک سیستم اسید بیز بفرینگ سیستم خون تشکیل دادن، بفرینگ سیستم. متوجه باشید در جدار RBC ها یک انزایم به نام کاربونیک انهایدریز وجود داره، انزایم به نام کاربونیک انهایدریز وجود داره. موجودیت این نظمی انزایم باعث شده که RBC ها خاصیت اسیدی و القلی، چرا خاصیت القلی و تیزابی خون کنترل بکنه. یک سیستم کنترل کننده خوب برای هموستاسیس اسید و تیزاب در خونه. ببینین این چی کار میکنه؟ زمانی که در انساج یا تیشو، ببینین اگر تیشو باشه، ببینین ای اگر ما شما انساج در نظر بگیریم، این یک نشیه در تیشو یا انساج، زمانی که متابولیزم صورت میگیره مقدار زیادی کربن دی اکساید تولید میشه.
متوجه باشین کربن دی اکساید خودش یک تیزابی، یک اکساید تیزابیه و در هر جایی که مقدار کربن دی اکساید زیاد شونه خاصیت اسیدی و سوحت تبارز پیدا میکنه و این خودش باعث تولید هیدروژن میشه و باعث چیه خاصیت اسیدوسیس میشه. اینالی باید چی کار شد؟ باید اینمی کربن دی اکسیدی که در انساج زیاد تولید شده اینا باید اطراح شد و باید دور شد تا خاصیت اسیدی اینجا بالا نره. اینمی آر بی سی ها یا رد بلد سل ها در کاهش دادنی چه؟ کربن دی اکسید در این محیط خیلی نقش داره. شما زمانی که در ترانسپورتشن کربن دی اکساید نگاه بکنین، انتقال یا ترانسپورتی کربن دی اکساید به سه مکانیزم صورت میگیره. 7% اینمی کربن دی اکساید به شکل محلول سولوشن توسط خون انتقال پیدا میکنه. 23% دیگه از اینا 23% دیگه از اینا توسط خود هموگلوبین یا HB با HB یا هموگلوبین یک جای انتقال پیدا میکنه و 70% دیگه از اینا توسط به شکلی بایکاربونیت انتقال پیدا میکنه. مهمه که به شکل بایکاربونیت انتقال پیدا میکنه. حالا این بایکاربونیت را چه رقم میسازه؟ اینمی انزایم کاربونیک انهایدریزی که بایکاربونیت میسازه. اگر این نباشد بایکاربونیت ساخته نمیشه. ببینین اگر ای یک آر بی سی باشد، خوب دقت کنین، یک آر بی سیه. جدار از این آر بی سی چی داره؟ جدار از این آر بی سی کاربونیک انهایدریز داره. زمانی که در انساج مقدار کربن دی اکساید بالا میره، اینمی کربن دی اکساید با آبی که در ساحه وجود داره توسط این کربونیک انهایدریز کاتالیز میشه. کربونیک انهایدریز یاردو رو با هم دیگه میگه بین با هم تعامل بکنین. اینمی کربن دی اکساید و چه آب در موجودیت کربونیک انهایدریز چی میشه؟ تعامل میکنه و تعامل زمانی که کرد به چی تبدیل میشه؟ به کربونیک اسید تبدیل میشه. H2CO3 تبدیل میشه. ببینین زمانی که به H2CO3 تبدیل شد در داخل چی؟ در داخل RBC که HB زیاد داره. HB داره. اینی کربونیک اسید یا H2CO3 به شکل ریورسیبل و خود به خود چی میشه؟ و خود به خود ای به چی؟ به آیون هیدروژن جمع آیون بایکاربونیت تبدیل میشه. متوجه باشین آیون هیدروژن اگر دوباره به پلازمای خون انتقال پیدا بکنه خاصیت اسیدی تشدید پیدا میشه، به خاطر که آیون هیدروژن خودش چه تیزابه. اما ببینید این چی میشه؟ اینی آیون هیدروژنی که در اینجا تولید شد، این آیون هیدروژن با هموگلوبینی که در RBC وجود داره یکجا میشه، هیدروژن هموگلوبین میسازه، هموگلوبین رو میگیره و بعد اینی بایکاربونیت از داخل RBC به کجا انتقال پیدا میکنه؟ اینمی به کجا؟ به پلازما انتقال پیدا میکنه. بایکاربونیت به پلازما انتقال پیدا کرد. در نتیجه اینی چیه؟ کربن دی اکساید غلظتش پایین اومد و بایکاربونیت غلظتش بالا میره. خب بایکاربونیت خودش یک ماده القلیه که خاصیت اسیدی رو کاهش میده در ساحه. خب اینمی RBC آمد به کجا؟ آمد در شش. شما یه شش در نظر بگیرین، لنگز در نظر بگیرین، این یک لنگز در نظر بگیرین، لنگزی که در اینجا اکسیژن زیاده، اینجا اکسیژن زیاده و یه یک رگ خون رو در نظر بگیرین که اینمی رگ خون چی را آورده؟ اینی یک رگ خونه. میبینید؟ خون از چیه؟ از انساج میاره به کجا؟ به لنگز. و یه خود RBC رو در نظر بگیرین. ببینید؟ RBC و یه پلازمای خوب ببینید، پلازمای ما و شما از طریق نظام رگ خون میه بایکاربونیت هم داره. خود از RBC که در داخل از HB و هیدروژن، HB همراه هیدروژن وجود داره. HB و هیدروژن، این HB و هیدروژن بعد این بایکاربونیت که در چیه؟ در پلازما بودیم، در پلازما وجود داره.
زمان که اینمی داران خون، اینمی جریان خون به لنگس میه، به شوش آمد، دیگه HB هایدروژن میگه به شش برد رو کار ندارم. ای چی میشه؟ اینی آین هایدروژن را HB آزاد نه. HB را آزاد کرد، HB زمانی که آزاد کرد، را HB آزاد، هایدروژن آزاد کرد. اینی هایدروژن میه کس همراه بایکاربونیت یک جا میشه، هر دوش باز کاربونیک اسید میسازه، کاربونیک اسید ساخته میشه. و بعد اینی کاربونیک اسید خودش کس به شکل ریورسیبل به چی تبدیل میشه؟ به آب و کاربون دی اکساید تبدیل میشه. و اینمی کاربون دی اکسایدی که در اینجا تولید میشه، اینمی کاربون دی اکساید میره در شوش. و اکسیژن از اینجا میه پس به اینمی هموگلوبینی که هایدروژن آزاد کرده بود. به این میکانیزم کاربون دی اکساید چی میشه؟ کاربون دی اکساید اطراح میشه. اگر اینمی چیه؟ اگر اینمی کاربونیک انهایدریز نباشه، انزایم کاربونیک انهایدریز اگر نباشد، کاربون دی اکساید با آب تعاملش صورت نمیگیره، سری نمیشه. میگه اینمی کاربونیک انهایدریز تقریبا چند هزار مرتبه سرعت تعامل کاربون دی اکساید و آب را زیاد مونه. و زمانی که اینمی سرعت تعامل زیاد شد، در نتیجه پاکسازی کاربون دی اکساید زیاد میشه. اول کاربون دی اکساید زمانی که با آب تعامل بکنه به کاربونیک اسید تبدیل میشه، کاربونیک اسید و بایکاربونیت و آیون هایدروژن. آیون هایدروژن هموگلوبین میگیره که خاصیت اسیدی بیشتر نشه. و دیگه اینی بایکاربونیت وقتی که در پلازما تولید میشه، این بایکاربونیت خودش خاصیت القلی داره و در کاهش خاصیت اسیدی نقش داره. و از طرف دیگه این خودش در ترانسپورتشن از این بلانس نقش داره. وقتی اینو بلانس میره، متوجه باشین، اینی هایدروژن از این پس به پلازما آزاد میشه تا این هموگلوبین این دفعه اکسیژن بگیره از اینجی. این پس اکسیژن میگیره و دوباره کس اکسیژن انتقال میده. پس وقتی که از شوش خون خارج میشه، از لنگس خون به انساش پس میره، یا اکسیژن داره. و یعنی هایدروژنی که آلی آزاد کردی، هایدروژن با یعنی بایکاربونیتی که بیشتر در پلازما تولید شده بود یا بایکاربونیتی که آلی کاربون دی اکساید را آورده بود چی میکنه؟ پس تعامل کاربونیک اسید میسازه. کاربونیک اسید ببینین با آب و کاربون دی اکساید تولید میشه و کاربون دی اکساید میره به لنگز. اگر سر لنگز وقتی که شما اکسپایرشن مونین، دوباره یک به بیرون اطراح میشه و به این میکانیزمی که دوباره چی میشه؟ اطراح میشه. خب این بود وظیفه RBC که آرزو دارم فهمیده باشیم که وظیفه مهم RBC که انتقال اکسیژن و کاربون دی اکساید، اکسیژن را از شوش میگره به انساج و کاربون دی اکساید را از انساج به شوش میاره. و دوم یک سیستمی اسید بیس بفرنگ سیستمی خونه تشکیل داده که این مربوط به چی میشه؟ مربوط به کاربونیک انهایدراز میشه. تشکر از توجه شما. یادتان نره که چینل آموزشی شما برای حمایت بیشتر به نظریات شما به لایک و سابسکرایب و به کامنت های شما نیاز دارم. تشکر، موفق باشین.